خواندن اخبار علاوه بر تغییر اولویت‌های زندگی ما، معایب دیگری هم دارد. ما برای تفکر و تصمیم‌گیری بهتر نیاز به تمرکز داریم، اما صدای مداوم اعلان تلفن همراهمان این اجازه را به ما نمی‌دهد. افکار ما میان انبوهی از تیترهای کوتاه و بلند سردرگم می‌شوند و ناگهان تصاویر یک انفجار رشته افکارمان را به هم می‌ریزد. آخرین باری که خواندن یک خبر توانسته است ما را ترغیب کند تصمیم مهمی در زندگیمان بگیریم چه زمانی بوده است؟ هزاران صفحه اطلاعات فراوان اما غیر مفید درون خبرگزاری ها وجود دارند، اما مشخص نیست کی و چگونه قرار است به کارمان بیاید. تماشای مردی که با خوردن تعداد زیادی همبرگر قصد دارد رکورد جهان را جابجا کند چقدر میتواند به ما کمک کند؟ دنبال کردن ماجرای طلاق دو بازیگر مشهور چطور؟ اکثر اوقات این خبرها کوچکترین ارتباطی به زندگی ما ندارند. دقایق ارزشمند زندگی ما صرف شناختن افرادی میشوند که خود اخبار آنها را به شهرت رسانده است. آدمهایی که نشناختنشان بعید از تأثیری در زندگی ما داشته باشد. You know, I want to ask you this. You live in Spain. Yes. Okay. And I found out recently that you really don't know most of some of the celebrities that are. Yeah, that like I saw yesterday someone called something like Kardashian, something like that, right? What do you mean? Yeah. You don't know who their Kardashians are. I swear. How do you not know who their Kardashians? First of all, should I? Exactly. I mean, have they invented any vaccine that I should know of? No, I don't think they've invented a vaccine. No, they have not invented any. Have they done something for the poorest people of the society? No, I don't think they have. What do they do? Andy, help me with this one.